قبل از اینکه شروع بکنیم با تایم زون کار بکنیم باید بیاید داخل داکمنتشن یا مستندات پی پی داخل این مستندات ما یک سری کشور رو یک سری قاره داریم اولین چیزی که باید به شما بگم اینه که این آدرز رو باید ایگنور کنید اصلا با این آدرز کار نشه بشین این تنظیماتی هستش که مختص یه سری چیزهای خاصه مثلا یو اس ایسترن یو اس و اینا میگه که مثلا شرق آمریکا غرب آمریکا آلاسکا یه تایم دیگه است نمیدونم جی دی ت... جی ام پلاس مثلا زیرو یه چیز دیگه است اینا رو باش کار نداشته باشید چیزی که باش کار دارید اینه که باید برید قاره رو پیدا بکنید و بعد شروع بکنید باش کار بکنید مثلا من اگر توی انگلستان زندگی بکنم یوروپ رو باید روش کلیک بکنم و این یوروپ باید بدونید که اول یورپ یوروپ شروع میشه ولی با اسم کشور تموم نمیشه اسم شهرهای خیلی مهم مثلا پاریس برای پاریس یا فرانسه اون پایتخت پای تخت منظورش هستش که اونجا رو باید در نظر حالا مثلا من برای یوروب لندن اگر بخوام دنبالش بگردم آیا تو این لیست هست یا نه یه موقع هستش که می‌بینید که لیست خیلی کوچیکه میتونید پیدا بکنید یه موقع هستش که میتونید جا که من اف رو بزنید شگرد همیشه گیم می‌بینید لندن رو اینجوری کلیک بکنید و این خودش برای شما هایلایت میکنه خب که ما همین کارو با کشورمون هم این مثلا میتونیم انجام بدیم که پیداش میکنیم مثلا اونایی که توی ایران زندگی میکنن بعد روی ایژیا کلیک بکنن و اینجا خب باید حدس بزنید دیگه میدید وقتی افغانستان کابل هست بعد اینجا هم چی باشه تهران باشه میبینید ایژیا تهران پس این رو باید ست بکنید برای تایم زونت. حالا من چه جوری تایم زون رو ست بکنم یعنی چی تو اصلا میگی ست, ست یعنی اگر وب سرور ران کرده باشید من اینجا تایپ میکنم چی؟ لوکل هاست البته روی وب سرور روی پوشه اصلیتون اگر من فایندر رو باز بکنم نیو فایندر بزنم توی سایت ما یک فایلی میسازیم اسمش رو هر چی میخواید بدید بدید ولی این فایلی که ما ساختیم باید یه اسکریپتی به این حالت توش داخلش داشته باشه به این صورت PHP info پرانتز باز بسته سمکانم فکر کنم صدام این دارم میگم و خب اینو میبندیم الان اگه من برم اینجا تایپ بکنم localhost هاست و بعد اینجا اسم فایلم رو بزنم php info درسته phpinfo.php این سر رو بزنم این مشخصات فایل php ورژن php همه رو میاره چطوری من نصب کردم در ضمن اگه خواستید نصب بکنید یه سایتی هست به نام این که برای مک خیلی راحت نصب میکنه 5.3 to 7 برای مک حالا میبینید که اینجا 5.6 رو اینستال کرده بعد ما میخوایم کن تایم زون رو پیدا کنیم من اینجا کمن اف رو میزنم دیگه حوصله نداریم پیدا بکنیم دیگه تایم زون بدون فاصله اینجا میریزیم میاد تو قسمت دیت اینجا رو خوب توجه بکنید نگاه کنید دیت تایم سپورت باید فعال شده باشه بعد تایم زون دیتابیس نوشته اینترنال ولی اینجا نوشته تایم زون دیفولت تایم زون یوروپ لندن پس میبینید که من ستش کردم خودم ست کردم اینجا بیشتر می UTC یا اون آدرزی که من به شما نشون دادم بیشتر اینجا میبینید اینو باید ست بکنید این یعنی چی یعنی که میگه شما باید برید داخل این پوشه تو اینجا نوشته loaded configuration file اگر من برم توی این configuration file این فایل رو باز بکنم میتونم بیام اینجا اینجا تایپ بکنم درست همه اینجا تایپ بکنم ساب l و بعد اینجا اون مسیر رو پیست بکنم چرا فارسی تایپ شد و خب اینجا پیستش بکنم الان من اگر اینتر بزنم این کانفیگوریشن فایل باز میشه میتونم اینم رنگی بکنم که شما بهتر ببینید اینجا بزنم اینی و من دنبال تایم زون بگردم تایم زون میبینید که ای بابا تایم زون که اینجا ست نشده پس اوضاع از چه قراره خب معمولا اگر شما مثل من پیش بیر دانلود نکرد دید می اینو از کامنت در آوردید اینجا تایپ می کردید لندن درسته ولی من این رو ندارم پس چجوری اون لندن اونجا نوشته شده بود خب اینو من میبندم برمیگردم داخل این کانفیگریشن فایل میگه نگاه کنید loaded configuration file php.ini و اینجا نوشته scan this dir for additional ini files یعنی برای ini فایل های اضافی پس من یه پوشه دیگه به این صورت دارم که پس من برم اینجا چیکار بکنم تو ترمینال سفر خاری میکنم میزنم اوپن و این رو میزنم که این پنجره باز شد به به پس اینجا پس آینای فایل اضافه اینجا بود یه فایل داریم برای دایرکتوری یه فایل داریم برای آی مپ یه فایل داریم برای تویک نمیدونم میدونی تویک چی هست مثل اه، یه تمپلیتینگ انجینه یه موتور تمپلیت و اینجا یه فایل دیگه رو بنامه 99 لیپ دیو بعد معمولا اینا رو دونه دونه توش بگرد ببینید تایمزون داره یا نه نه ترسید هر کدوم یه لاین بیشتر نیست نگاه بکنید نه تایمزون نداره یعنی چی یعنی من همه این رو دیدم جایی که میام اینجا بله اینجا تایم زون داره این چه فایلیه البته این نیستش دیباگ این ببینید پایین اینجا تایمزون زون رو می‌بینید داره یعنی که من اگر این رو باز بکنم میتونم اینجا خودم چیکار بکنم تایم زونم رو بنویسم و شما ببینید پس می‌بینید که میشه دیت تایم زون یوروپ لندن مموری لیمیتم و رو خودم تغییر دادم پس این کارهایی هست که شما میتونید با آینا انجام بدید وقتی این کار رو انجام دادید sudo apache restart یا gross یا هر چیزی که میخواید بزنید که restart بشه خب sudo apache restart و اینو میزنید پسورتون میخواد برمیگردید اینجا و اینجا شده patchy ctl منظورم بود sudo apachectl ctl restart این restart میشه و اینجا ریفرش رو میزنید این لود میشه و تایمزانتون ست شده